این فیلم کارکردهای برنامه ملی انکشاف منطقوی را در راستای بهبود زندگی روستاییان کشور از طریق ایجاد شوراهای انکشافی ولسوالی‌ها و حمایتشان به نمایش خواهد گذاشت. ملی سیمه‌ایز پرمختیایی پروگرام په 2002 میلادي کال کې د کلیو د بیا رغبنې او پراختیا وزارت او د ملګرو ملتونو د پرمختیایی پروگرام په ګډ نوښت سره جوړ شو. د ملي سیمه‌ایز پرمختیایی پروګرام مخه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په دایمي توګه د بېوزلۍ کمول او د خلکو د ژوند د کچې لوړول، په تولیدي بنسټونو باندې د تمرکز له لارې کلیو ته برېښنا برابرول، د طبیعي زیرمو ساتنه، د ناقانونه وسلوالو کسانو خالي صلاح کول او د خلکو اقتصاد ته وده ورکولو له لارې ډاډ ترلاسه کول دي. د ملي سیمه‌ایز پرمختیایي پروګرام د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ټولنې او د کلیو د پیاوړي کولو له لارې د ښه ژوند د برابرولو په موخه پایښت لرونکي او متوازنه اقتصادي پراختیا او ښه حکومت کونه برابروي، ترڅو خلک د دې ظرفیت پیدا کړي چې په خپله خپلې اړتیاوې او لومړیتوبونه په ګوته او حل کړي. مسمد غلامالدین حسینیار، خزاندار شورای انکشافي ولسوالي دوشي. ما میتوانیم که تمام مشکلات های قریجات شوراها را از طریق همی دفتر مشکلاتشان حل بسازیم. د کلیو پراختیا او بیارغونی کارونه په ګډې همکاری او د خلکو په ګډون ترسره کیږي. وزارت انکشاف دهات ابتکار امی عمل گرفت تا شوراهای انکشافی ولسوالی را در سطح ولسوالی ایجاد کنه تا بین قریه و بین ولسوالی یک ارتباط هماهنگی منظم به وجود بیاید و به می ترتیب آن ضرورت های مردم که در سطح قریه و ولسوالی از نقطه نظر انکشافی توسط خود مردم اولویت بندی می شد، این باید در برنامه های ملی حکومت افغانستان باید انعکاس پیدا کنه. یک مرد و یک زن فعال به نمایندگی از هر شورای انکشافی قریه ولسوالی مربوطه جهت اشتراک در پروسه انتخاب اعضای شورای انکشافی ولسوالی دعوت می گردد. در هر ولسوالی حد اکثر 10 حوزه یا کلستر تشکیل می شود. مردم حوزه ها را بر اساس معیارات چون نزدیکی موقعیت جغرافیایی، منابع مشترک، وابستگی های قومی و شرایط محلی تشکیل می دهند. ما از هر حوزه دو نفر از برادران را میخواهیم که به صفت نماینده به شورای انکشافی ولسوالی بیاید و یک نفر از خواهران. نمایندگان علاقمند در هر حوزه خیش را کاندید که در نتیجه انتخابات دو مرد و یک زن جهت نمایندگی از کلستر یا حوزه ایشان در شورای انکشافی ولسوالی معرفی می کردند. شوراهای انکشافی ولسوالی از اعضای منتخب هر کلستر یا حوزه مجموعاً با عضویت 20 مرد و 10 زن تشکیل می شوند. هیئت اجرایوی شورای انکشافی ولسوالی که عبارت است از رئیس، معاون، خزانه‌دار و منشی از بین 30 عضو شورا انتخاب می گردند. در مجموع 382 شورای انکشافی ولسوالی در سطح کشور ایجاد که در 124 شورای آن بعد از تکمیل یک دوره 3 ساله کاری انتخابات مجدد صورت گرفته است. علاوه بر ایجاد این شوراها، قانونمندسازی و نهادی نشدن آنان نیز یک امر مهم پنداشته می شود. زیرا این نهادها نه تنها مربوط به وزارت احیا و انکشاف دهات بوده، بلکه من حیث یک راه ورودی بالقوه برای تمام فعالیت‌های انکشافی در سطح ولسوالی‌ها به شمار می‌آیند. بسم الله الرحمن الرحیم. در سنامه که در طول این گروه پیجازه در رابیس یا در وزارت انکشاف دهات در راغل و ملمنو پیجازه. زه ملک محمد در 22 ولسوالی انکشافی شورا رئیسمه. اولا تاسو ګورئ د بیتو د میرک ویلې په کلي کې چې دا کار روان ده، دا ډیر با کیفیت ده، ولسونو ته ګټه ده، دا د انکشافي شوراګانو سره قرارداد شوی. در بعضی از ساحات معروض به خطرات حوادث طبیعی، شوراهای انکشافی ولسوالی ها کمیته های مدیریت کاهش خطرات در مقابل حوادث طبیعی را ایجاد و استراتژی های را نیز در زمینه تهیه نمودند. یک تعداد از این شوراها دیوارهای استنادی، محافظوی و گبینی را برای حفاظت اسکان مردم و زمین های زراعتی در مقابل تأثیرات ناگوار حوادث طبیعی نیز اعمار نمودند. اسمم محمد قاسم، رئیس همبستگی قیره سیاد. او این دیوال استنادی که فعلا ما مردم جور کردیم، از تقریبا 130 خانوار از سیلاب نجات پیدا کردند. پا
په ځینو ناامنو ولایتونو کې چیرته چې د دولت کارکوونکي نشي تللی، د ولسوالیو پرمختیایي شوراګانې د پروژو څخه د نظارت او ارزیابۍ په برخه کې د ملي سیمه ییز پرمختیایي پروګرام سره مرسته کوي. د ولسوالیو د پرمختیایي شوراګانو ولایتي څیړنیز ټیمونه په خپلو ولایتونو کې په ګډه کار کوي، د پروژو سیمو ته ځي، د پروژو په اړه راپورونه برابروي، کلیوالي خلک او د پروژو قرارداد کوونکي شرکتونه د هغوی سپارل شوو دندو د ترسره کولو او حساب ورکولو ته متوجه کوي او خپل رول د هیواد بیا رغونې او بیا جوړونې په پروسه کې په ښه توګه لوبوي او د پروژو د پلي کولو په روڼتیا کې مرسته کوي. شوراهای انکشافي ولسوالي ها با گذشت هر روز نیرومندتر شده و صدایشان برای امور انکشافی در سطح ولسوالی ها و ولایات رساتر می گردند. آنها پروژه ها را طرح و پاسخگوی نیازمندی های موجود در ولسوالی می باشند. شوراهای انکشافی ولسوالی ها نقش عمده را در رابطه با دستاوردها و مسئولیت پذیریشان من حیث یک نهاد فعال انکشافی ادا نموده و می نمایند. با ایجادی شوراهای انکشافی ولسوالی ها در کلیه ولسوالی های کشور و در مراکز ولایات کشور توانسته است این پیش شرط مهم را تأمین نماید، یعنی مشارکت وسیع مردم را در امر توسعه روستایی به بار بیاورد.